بچه سلام، من برگشتم با یک ویدیو دیگه. چطوری این فاوندیشن هانتینگ ما ادامه داره، یعنی شکار کرم پودر برای آرایش شب تولد. امروز من میخوام این کرم پودر برند سمش باکس مدل آلویز آن امتحان کنم. اگر درست یادم باشه، یعنی یه چیزای تصویر مبهمی تو ذهنمه، فکر کنم میکاپ آرتیستی که برای عروسی منو آرایش کرد این کرم پودر استفاده کرد، یا فقط اینو زد یا اینو با یه چیزی قاطی کرد. ولی به هر حال من تعریفش رو زیاد شنیدم و احتمال داره که واقعا یه کاندیدای جدی باشه واسه شب تولد. رفتم توی سایتش که ببینم دقیقا میگه چه کارهایی میکنه و چه ادعاهایی داره و ببینیم که آیا این ادعاها به واقعیت میپیونده یا نه. میگه لانگ ویره، یعنی خیلی مدت طولانی روی پوست خوب میمونه که خیلی چیز خوبیه. اویل کنترله، یعنی چربی پوست رو کنترل میکنه، در عین حال که هایدریتینگه، یعنی آبرسانی هم میکنه پوست رو، که خیلی کرم پودرای زیادی واقعا این کار نمیتونن بکنن. بعد میگه که توش هایلورونیک اسید داره و تا 24 ساعت پوست رو آبرسانی میکنه. و اینکه میگه در طول مدت هم که استفاده میکنی حتی واسه پوست خوبه و فلان و اینا، فرمولش بیلدبل، یعنی میتونی کاورش رو بیلد اپ کنی و بیشتر کنی. medium to full coverage، یعنی کاور بالایی داره، به اضافه اینکه فینیشش هم روی پوست نچرال لوکینگه. میگه تو خودش پرایمر داره، نمیخواد پرایمر جدا بزنین، من میزنم به هر حال، به این حرفا کاری ندارم. و 16 ساعت رنگش همون جوری که همون اول زدی میزنه و اکسید نمیشه، کیکی نمیشه، فلیکی نمیشه، یعنی مثلا کنده کنده بشه، راه راه نمیشه. و میگه به تمام این چیزایی که الان میگم مقاومه، به آب، عرق، رطوبت هوا، کریس کردن، توی خطا جمع شدن و مالیدن به جای، یعنی میگه ترانسفر رزیستنت هم هست. او بسته دیگه، نمیدونم. آره، در مقابل بلو لایت هم پوست شما رو محافظت میکنه، باعث جوش نمیشه، کروئلتی فریه، ویگنه، همه سکین تایپ ها میتونن استفاده کنن. و همینجور برو جلو، این فقط یه ظرفم بشوره، واقعا دیگه من نمیدونم میخواد چی کار کنه. با این همه ادعایی که این کرم پودر داره، بهتره که واقعا خوب کار کنه. من پرایمرمو زدم، پرایمر تاچا مدل لیکوید سیلک کانوس، و تا وقتی که کرم پودر پیدا نکنن نمیتونم پرایمر رو عوض کنم. اونم خودش یه پروژه جاییه که راستشو بخواین فکر نکنم برسیم به این کارا، ولی حالا همین کرم پودر رو ما پیدا کنیم هنر کردیم. کنم یه هوا تیره است، ولی اگه بخوام مثلا اون روز یه ذره برونز کنم خودمو میشه. بذار اول یه ذره بزنم چون میگه فول کاورجه. رنگش بدم نیست. ببین من الان یه لایه خیلی نازک زدم، واقعا روی پوست قشنگه. حالا همین اول که زدم کاورش هم نسبت به مقداری که زدم به نظرم حالا این یه کاور لایتیه، چون میگم خیلی کم زدم، ولی بذار قشنگ حسابی انگار که واقعیه دیگه. به کل پوستم بزنم، برگردم بهتون نشون بدم که ببینید روی کل صورت چه شکلیه. ببین این الان کل صورته و من هیچ چیز دیگه ای نزدم، یعنی مثلا کانسیلر ندارم، فیکسش نکردم، یکم هم صبر کردم که این قشنگ خشک بشه، فینیشش کامل مشخص بشه چه جوریه خودش. همینجوری که میبینین فینیش ماتی نداره روی صورت و براق هم نیست، همون حالت طبیعی که میگه به نظرم درسته. و حالا خب فیکس که بشه مات میشه دیگه. فعلا روی پوست خیلی خوشگله و میگم تو این یه مدتی هم که حالا یک خورده صبر کردم که خوشه، توی لاینا جمع نشده و خیلی خوشگل روی پوست خوابیده. حالا الان من میرم آرایشمو کامل میکنم، برمیگردم ببینیم که اون موقع چه شکلیه و یه چند ساعت هم صبر میکنم، آخر شب دوباره میام ببینیم چه جوری مونده. این آرایش که کامل شد و همینه آرایش امروز من، همینه. ریمل نمیخوام بزنم و اینا و بقیه چیزایی هم که استفاده کردم و توی ویدیوی دیگه بهتون نشون میدم. ولی این کرم پودر الان فیکس شده دیگه، روژگونه و برونزر و این چیزا زدم و فقط باید یه چند ساعت بمونه ببینیم چه جوریه. واقعا خودش نمیخوام ایراد بنی اسرائیلی بگیرم، خیلی کرم پودر خوبیه، روی پوست یه دسته، نمیدونم هیچ تکسچر پوست منو اگزاجره نکرده، سنگین نیست. دیگه براتون بگم
کاورش هم خوب بود، مدیوم تا فول که گفت درست بود، حتی جا داشت من بیشتر بزنم. اما الان کلن سلیقه شخصی من و اونم به خاطر اینه که مدل پوستم عوض شده. مثلا من چند سال پیشا پوستم چربتر بود و کلن کرم پودرهایی رو ترجیح میدادم که خیلی مات بودن، خیلی کنترل چربی قوی داشتن و اینا روی پوست به هر حال مدل خوابیدنشون هم فرق میکنه. این کرم پودرم دقیقا از هموناست، خیلی خوشگله، واقعا هیچ ایرادی نمیتونم ازش بگیرم، ولی من شخصا ترجیح میدم یه خورده کرم پودرم احساس کنم بیشتر پوستم معلومه، بیشتر پوستم داره نفس میکشه، خود پوستو انگار که مثلا فرشتر نشون میده، یه برقی داشته باشه، یه خورده خیلی مثلا ماسکه نکنه پوستو، میدونی چی میگم؟ ولی برای یه وقتایی که آدم میخواد فول آرایش بکنه و واقعا همه چیو مثلا کاور کنی و فلان و اینا، خیلی کرم پودر خوبیه و با تمام این حرفا من اینو حتما برای شب تولدم ممکنه استفاده کنم، اگر خیلی خوب بمونه امشب. اگر خیلی خوب بمونه اون چیزاشو که گفتم و نادیده میگیرم و به خاطر تمام خوبیای دیگه‌اش و خوب موندنش اگر خوب موند اینو میزنم. سلام علیکم، من برگشتم. حدس بزنین از روی شکل و شمایلم که چند ساعت از این میکاپ گذشته. خدایش من هر چیز دیگه‌ای رو که میومدم بهتون آپدیت میدادم آخر شب مثلا 5 6 ساعت اینا ازش گذشته بود، 7 ساعت فوقش، این 11 ساعت گذشته. الان اونجوری که مشاهده می نمایید ساعت 3 نصف شبه و من این آرایش رو ساعت 4 بعد از ظهر کردم، یعنی 11 ساعت ازش گذشته و خدایش امتحان سختیه. یعنی مثلا بخوای بعد 11 ساعت یه چیزی رو قضاوت کنی، حالا با این که خودش فکر کنم نوشته بود 16 ساعت خوب میمونه روی پوست، به نظر من برای 11 ساعت این خوب مونده. یعنی تنها جایش که یکم بیشتر از حد چرب شده روی بینیمه که خب بینی من چرب میشه، بقیه صورتم این برقی که افتاده برق بد جوری نیست که بگم وای الان کل صورتم مثلا غرق در روغن و رفته و جای انگشت مونده و خیلی مثلا بد جور شده. من میتونستم مثلا یه ذره در طول روز به این پودر بزنم که این برقشو بگیرم، میخوره مثلا بیشتر فیکسش کنم و اینا، ولی خب من هیچ کاری نکردم، من اصلا بهش دست نزدم. ولی به خاطر اینکه برای یک آرایش برای مثلا حالا یه روز مهم، مهمترین چیزی که شما باید دیگه واقعا عالی ترینشو که به پوستتون میخوره استفاده کنین کرم پودرتونه. برای همین من فقط برای اینکه مطمئن بشم که واقعا آیا بین اینو مثلا کرم پودری که خودم میذارم که احتمالاً یکی از مدلای نارسه، حالا بهتون نشون بدم، شایدم کوزس، اینا رو من همه یه بار دیگه هر کدومو باید امتحان کنم تصمیم بگیرم، ولی مثلا اینا. و اینم بهتون بگم که من برای محصولاتی که توی همیشه کیف لوازم آرایش هم هستن و خیلی دوستشون دارم و استفاده میکنم، بعد از اینکه این چالش تموم شد دونه دونه ویدیو میگیرم و بهتون میگم که چرا من اینا رو انقدر دوست دارم، چرا همیشه استفاده میکنم و اینا. حالا الان خیلی روی اون قسمتش فوکس نمیکنیم، ولی در کل این کرم پودر از من یه لایک گنده میگیره. به نظر من خیلی کرم پودر خوبی بود از نظر کاور، از نظر موندگاری، از نظر فینیشش روی پوست. حالا اینکه برای آرایش تولد من اینو استفاده میکنم یا نه رو توی ویدیو آرایش تولد که اونم به زودی میگیرم میتونین ببینین. دیگه همین، من میرم و شما رو توی یک ویدیوی دیگه میبینم. فعلا خدافظ.